گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی هم پای من صبر کنی؟ موسی گفت اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراهی مکن و از جانب من قطعا معذور خواهی بود. پس رفتند تا به اهل قریه ای رسیدند. از مردم آنجا خوراکی خواستند ولی آنها از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند. پس در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و بنده ما آن را استوار کرد. موسی گفت اگر می‌خواستی می‌توانستی برای آن مزدی بگیری. گفت این بار دیگر وقت جدایی میان من و توست. به زودی تو را از تأویل آنچه که نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت. اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند. خواستم آن را معیوب کنم چرا که پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی درستی را به زور می گرفت. و اما نوجوان پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند. پس ترسیدیم مبادا آن دو را به طغیان و کفر بکشد. پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد. و اما دیوار از آن دو پسر بچه یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود و پدرشان مردی نیکوکار بود. پس پروردگار تو خواست آن دو یتیم به حد رشد برسند و گنجینه که خود را که رحمتی از جانب پروردگارت بود بیرون آورند و این کارها را من خودسرانه انجام ندادم. این بود تأویل آن چه که نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی. و از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند. بگو به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند. ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم تا راهی را دنبال کرد. تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که خورشید در چشمه ای گلالود و سیاه غروب می کند و نزدیک آن طایفه ای را یافت. فرمودیم ای ذوالقرنین اختیار با توست، یا عذاب می کنی یا در میانشان روش نیکویی پیش می گیری. گفت اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود. آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد. و اما هر که ایمان آورد و کار شایسته کند، پاداشی هرچه نیکوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به کاری آسان وا خواهیم داشت. سپس راهی دیگر را دنبال کرد تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید. خورشید را چنین یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم. این چنین می رفت و قطعاً به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم. باز راهی را دنبال نمود تا وقتی به میان دو صد رسید. در برابر آن دو صد طایفه ای را یافت که نمی توانستند هیچ زبانی را بفهمند. گفتند ای ذوالقرنین یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می کنند. آیا ممکن است مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی؟ گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده از کمک مالی شما بهتر است. مرا با نیروی انسانی یاری کنید تا میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم. برای من قطعات آهن بیاورید. تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن قطعات را آتش گردانید. گفت مس گداخته برایم بیاورید تا
روی آن بریزم. در نتیجه اقوام وحشی نتوانستند از آن مانع بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. گفت این رحمتی از جانب پروردگار من است، ولی چون وعده پروردگارم فرا رسد، آن صد را در هم کوبد و وعده پروردگارم حق است. و در آن روز آنان را رها می کنیم تا موجاسا بعضی با برخی درآمیزند و همین که در سور دمیده شود، همه آنها را گرد خواهیم آورد. و آن روز جهنم را آشکارا به کافران بنمایی، به همان کسانی که چشمان بصیرتشان از یاد من در پرده بود و توانایی شنیدن حق نداشتند. آیا کسانی که کفر ورزیده اند پنداشتند که می توانند به جای من بندگانم را سرپرست بگیرند؟ ما جهنم را آماده کرده ایم تا جایگاه پذیرایی کافران باشد. بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟ آنان کسانی‌اند که کوشششان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند. آری، آنان کسانی‌اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آنها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای آنان است، چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریش خند گرفتند. بیگمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است. جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا درخواست انتقال نمی کنند. بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود، پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان پذیرد، قطعاً دریا پایان می‌یابد، هرچند نظیرش را به مدد آن بیاوری. بگو من هم مثل شما بشری هستم، ولی به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد، باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد. به نام خداوند رحمتگر مهربان. کاف ها یا عین صاد. این یادی از رحمت پروردگار تو درباره بندهش زکریا است. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد، گفت پروردگارا، من استخوانم سست گردیده و موی سرم از پیری سپید گشته و ای پروردگار من، هرگز در دعای تو ناامید نبودم و من پس از خیشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست. پس از جانب خود ولی و جانشینی به من ببخش که از من ارث برد و از خاندان یعقوب نیز ارث برد و او را ای پروردگار من پسندیده گردان. ای زکریا، ما تو را به پسری که نامش یحیاست مژده می دهیم که قبلاً هم نامی برای او قرار نداده ایم. گفت پروردگارا، چگونه مرا پسری خواهد بود و حالان که زنم نازاست و من از سال خوردگی ناتوان شدم؟ فرشته گفت فرمان چنین است. پروردگار تو گفته که این کار بر من آسان است و تو را در حالی که چیزی نبودی قبلاً آفریدم. گفت پروردگارا، نشانه ای برای من قرار ده. فرمود نشانه تو این است که سه شبانه روز با این که سالمی با مردم سخن نمی گویی.
پس از محراب بر قوم خیش در آمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید. ای یحیی، کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم و نیز از جانب خود مهربانی و پاکی به او دادیم و تقوا پیشه بود و با پدر و مادر خود نیک رفتار بود و زورگویی نافرمان نبود و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود. و در این کتاب از مریم یاد کن، آنگاه که از کسان خود در مکانی شرقی به کناری شتافت و در برابر آنان پرده‌ای بر خود گرفت. پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل بشری خوشندام بر او نمایان شد. مریم گفت: اگر پرهیزگاری، من از تو به خدای رحمان پناه میبرم. گفت: من فقط فرستاده پروردگار تو ام، برای این که به تو پسری پاکیزه ببخشم. گفت: چگونه مرا پسری باشد با آن که دست بشری به من نرسیده و بدکار نبودم؟ گفت: فرمان چنین است، پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب خیش قرار دهیم و این دستوری قطعی بود. پس مریم به عیسی آبستن شد و با او به مکان دور افتاده‌ای پناه جست تا درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و یک سر فراموش شده بودم. پس از زیر پای او فرشته وی را ندا داد که: غم مدار، پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی پدید آورده است. و تنه درخت خرما را به طرف خود بگیر و بتکان تا بر تو خرمای تازه فرو ریزد. و بخور و بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگوی: من برای خدای رحمان روزه نذر کردم و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت. پس مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: ای مریم، به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده ای. ای خواهر هارون، پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود. مریم به سوی عیسی اشاره کرد. گفتند: چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگویی؟ کودک گفت: منم بنده خدا، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شدم. این است ماجرای عیسی پسر مریم، همان گفتار درستی که در آن شک می کنند. خدا را نسزد که فرزندی برگیرد. منزه است او، چون کاری را اراده کند، همین قدر به آن می گوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. و در حقیقت خداست که پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستید، این است راه راست. اما دسته های گوناگون از میان آنها به اختلاف پرداختند. پس وای بر کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک. چه شنوا و بینایند روزی که به سوی ما می آیند، ولی ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. و آنان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه که داوری انجام گیرد
و حالان که آنان اکنون در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند. ما ایم که زمین را با هر که در آن است به میراث میبریم و همه به سوی ما بازگردانیده میشوند. و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز، زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود. چون به پدرش گفت، پدر جان، چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را دور نمی کند می پرستی؟ ای پدر، به راستی مرا از دانش وحی حقایقی به دست آمده که تو را نیامده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. پدر جان، شیطان را مپرست که شیطان خدای رحمان را عصیانگر است. پدر جان، من می ترسم از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی. گفت، ای ابراهیم، آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم کرد و برو برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت، درود بر تو باد، به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم، زیرا او همواره نسبت به من پرمهر بوده است. و از شما و از آن چه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم. امیدوارم که در خواندن پروردگارم ناامید نباشم. و چون از آنها و از آن چه به جای خدا می پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم و از رحمت خیش به آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. و در این کتاب از موسی یاد کن، زیرا که او پاک دل و فرستاده ای پیامبر بود و از جانب راست طور او را ندا دادیم و در حالی که با وی راز گفتیم، او را به خود نزدیک ساختیم. و به رحمت خیش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم. و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، زیرا که او درست وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده رفتار بود. و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود و ما او را به مقامی بلند ارتقا دادیم. آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنان را هدایت نمودیم و برگزیدیم و هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده می شد سجده کنان و گریان به خاک می افتادند. آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند و به زودی سزای گمراهی خود را خواهند دید. مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهش در می آیند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت. باغهای جاودانی که خدای رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده است، در حقیقت وعده او انجام شدنی است. در آنجا سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند جز درود و روزیشان صبح و شام در آنجا آماده است. این همان بهشتی است که به هر یک از بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث می‌دهیم. و ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمی‌شویم. آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دوست همه به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است.
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دوست، پس او را بپرست و در پرستش او شکیبا باش. آیا برای او همنامی میشناسی؟ و انسان میگوید آیا وقتی بمیرم راستی زنده از قبر بیرون آورده میشوم؟ آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را قبلاً آفریده ایم و حالان که چیزی نبوده است؟ پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت. سپس در حالی که به زانو در آمده اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد. آنگاه از هر دسته‌ای کسانی از آنان را که بر خدای رحمان سرکشتر بودند بیرون خواهیم کشید. پس از آن به کسانی که برای درآمدن به جهنم سزاوارترند خود داناترین. و هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد. این امر همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. آنگاه کسانی را که پرهیزگار بودند می رهانیم و ستمگران را به زانو در افتاده در دوزخ رها می کنیم. و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، کسانی که کفر ورزیده اند، به آنان که ایمان آورده اند می گویند، کدام یک از ما دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش آراسته تر است؟ و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم، که اساسی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند. بگو هر که در گمراهی است خدای رحمان به او تا زمانی مهلت می‌دهد تا وقتی آنچه به آنان وعده داده می‌شود یا عذاب یا روز رستاخیز را ببینند، پس به زودی خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر و سپاهش ناتوانتر است. و خداوند کسانی را که هدایت یافتند بر هدایتشان می افزاید و نیکی‌های ماندگار نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش‌برجام‌تر است. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت قطعاً به من مال و فرزند بسیار داده خواهد شد؟ آیا بر غیب آگاه شده یا از خدای رحمان عهدی گرفته است؟ نه چنین است. به زودی آن چرا می گوید می نویسیم و عذاب را برای او خواهیم افزود. و آن چرا می گوید از او به ارث می بریم و تنها به سوی ما خواهد آمد. و به جای خدا معبودانی اختیار کردند تا برای آنان مایه عزت باشد. نه چنین است. به زودی آن معبودان عبادت ایشان را انکار می کنند و دشمن آنان می گردند. آیا ندانستی که ما شیطانها را بر کافران گماشته ایم تا آنان را به گناهان تحریک کنند؟ پس بر ضد آنان شتاب مکن که ما روزها را برای آنها شماره می کنیم. یاد کن روزی را که پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان گروه گروه محشور می کنیم و مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ می رانیم. آنان اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب خدای رحمان پیمانی گرفته است. و گفتند خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است. واقعا چیز زشتی را بر زبان آوردید. چیزی نمانده است که آسمانها از این سخن بشکافند و زمین چاک خورد و کوه‌ها به شدت فرو ریزند. از این که برای خدای رحمان فرزندی قائل شدند. خدای رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند. هر که در آسمان ها و زمین است
جز بندوار به سوی خدای رحمان نمی آید و یقیناً آنها را به حساب آورده و به دقت شماره کرده است. و روز قیامت همه آنها تنها به سوی او خواهند آمد. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دلها قرار می دهد. در حقیقت ما این قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید و مردم ستیزجو را بدان بیم دهی. و چه بسیار نسلها که پیش از آنان هلاک کردیم. آیا کسی از آنان را می‌یابی یا صدایی از ایشان می‌شنوی؟ به نام خداوند رحمتگر مهربان. تاها، قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی، جز این که برای هر که می ترسد پندی باشد. کتابی است نازل شده از جانب کسی که زمین و آسمان‌های بلند را آفریده است. خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است از آن اوست. و اگر سخن به آواز گویی، او نهان و نهانتر را می‌داند. خدایی که جز او معبودی نیست و نام‌های نیکو به او اختصاص دارد. و آیا خبر موسی به تو رسید؟ هنگامی که آتشی دید، پس به خانواده خود گفت درنگ کنید، زیرا من آتشی دیدم، امید که پاره ای از آن برای شما بیاورم یا در پرتو آتش راه خود را باز یابم. پس چون بدان رسید، ندا داده شد که ای موسی، این منم پروردگار تو، پای پوش خیش بیرون آور که تو در وادی مقدس طوا هستی و من تو را برگزیدم، پس بدان چه وحی می شود گوش فراده. منم، من خدایی که جز من خدایی نیست، پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. در حقیقت قیامت فرارسنده است، می خواهم آن را پوشیده دارم تا هر کسی به موجب آن چه می کوشد جزا یابد. پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خیش پیروی کرده است، تو را از ایمان به آن باز دارد که هلاک خواهی شد. و ای موسی، در دست راست تو چیست؟ گفت این عصای من است، بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم و کارهای دیگری هم برای من از آن بر می آید. فرمود ای موسی، آن را بینداز. پس آن را انداخت و ناگاه ماری شد که به سرعت می خزید. فرمود آن را بگیر و مترس، به زودی آن را به حال نخستینش باز خواهیم گردانید و دست خود را به پهلویت ببر، سپید بیگزند برمی آید. این معجزه‌ای دیگر است تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانیم. به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخواسته است. گفت پروردگارا، سینه‌ام را گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و از زبانم گره بگشای تا سخنم را بفهمند و برای من دستیاری از کسانم قرار ده. هارون برادرم را، پشتم را به او استوار کن
و او را شریک کارم گردان تا تو را فراوان تسبیح گوییم و بسیار به یاد تو باشیم، زیرا تو همواره به حال ما بینایی. فرمود: ای موسی، خواسته‌ات به تو داده شد و به راستی بار دیگر هم بر تو منت نهادیم. هنگامی که به مادرت آنچرا که باید وحی میشد وحی کردیم که او را در صندوقچه‌ای بگذار، سپس در دریایش افکن تا دریا او را به کرانه اندازد و دشمن من و دشمن وی او را برگیرد، و مهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی. آنگاه که خواهر تو می رفت و می گفت: آیا شما را بر کسی که عهده‌دار او گردد دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت بازگردانیدیم تا دیده اش روشن شود و غم نخورد، و سپس شخصی را کشتی و ما تو را از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالی چند در میان اهل مدین ماندی. سپس ای موسی در زمان مقدر و مقتضی آمدی و تو را برای خود پروردم، تو و برادرت معجزه های مرا برای مردم ببرید و در یاد کردن من سستی مکنید. به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخواسته، و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد. آن دو گفتند: پروردگارا، ما می ترسیم که او آسیبی به ما برساند یا آن که سرکشی کند. فرمود: ما ترسید، من همراه شمایم، می شنوم و می بینم. پس به سوی او بروید و بگویید: ما دو فرستاده پروردگار تو ایم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن، براستی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه ای آورده ایم و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد. در حقیقت به سوی ما وحی آمده که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و رو گرداند. فرعون گفت: ای موسی، پروردگار شما دوتن کیست؟ گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده است. گفت: حال نسل‌های گذشته چون است؟ گفت: علم آن در کتابی نزد پروردگار من است، پروردگارم نه خطا می کند و نه فراموش می نماید. همان کسی که زمین را برایتان گهواره‌ای ساخت و برای شما در آن راه‌ها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد، پس به وسیله آن رستنی های گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم. بخورید و دام هایتان را بچرانید که قطعا در اینها برای خردمندان نشانه هایی است. از این زمین شما را آفریده ایم و در آن شما را باز می گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. در حقیقت ما همه آیات خود را به فرعون نشان دادیم، ولی او آنها را دروغ پنداشت و نپذیرفت. گفت: ای موسی، آمده ای تا با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ ما هم قطعا برای تو سحری مثل آن خواهیم آورد، پس میان ما و خودت موعدی بگذار که نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو، آن هم در جایی هموار. موسی گفت: موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظهر گرد می آیند. پس فرعون رفت و همه نگرنگ خود را گرد آورد و باز آمد. موسی به ساحران گفت:
وای بر شما، به خدا دروغ مبندید که شما را به عذابی سخت هلاک می کند و هر که دروغ بندد نومید می گردد. ساحران میان خود درباره کارشان به نزاع برخواستند و به نجوا پرداختند. فرعونیان گفتند قطعا این دو تن ساحرند و می خواهند شما را با سحر خود از سرزمینتان بیرون کنند و آیین والای شما را براندازند. پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید. در حقیقت امروز هر که فایق آید خوشبخت می شود. ساحران گفتند ای موسی، یا تو می افکنی یا ما نخستین کس باشیم که می اندازیم. گفت نه، بلکه شما بیاندازید. پس ناگهان ریسمانها و چوب دستیهایشان بر اثر سحرشان در خیال او چنین می نمود که آنها به شتاب می خزند و موسی در خود بیمی احساس کرد. گفتیم مترس که تو خود برتری و آنچه در دست راست داری بینداز تا هرچه را ساخته اند ببلعد. در حقیقت آنچه سرهم بندی کرده اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود. پس ساحران به سجده در افتادند، گفتند به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. پس بیشک دستهای شما و پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم و شما را بر تنه های درخت خرما به دار می آویزم تا خوب بدانید عذاب کدام یک از ما سخت‌تر و پایدارتر است. گفتند ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و بر آن کس که ما را پدید آورده است ترجیح نخواهیم داد. پس هر حکمی می خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که تو حکم می رانی. ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحری که ما را بدان واداشتی بر ما ببخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است. در حقیقت هر که به نزد پروردگارش گناهکار رود جهنم برای اوست، در آن نه می میرد و نه زندگی می یابد. و هر که مؤمن به نزد او رود در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد برای آنان درجات والا خواهد بود. بهشت های عدن که از زیر درختان آن جویبارها روان است جاودانه در آن میمانند و این است پاداش کسی که به پاکی گراید. و در حقیقت به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه ببر و راهی خشک در دریا برای آنان باز کن که نه از فرارسیدن دشمن بترسی و نه از غرق شدن بیمناک باشی. پس فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کرد ولی از دریا آنچه آنان را فرو پوشانید. و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدایت ننمود. ای فرزندان اسرائیل، در حقیقت ما شما را از دست دشمنتان رهانیدیم و در جانب راست تور با شما وعده نهادیم و بر شما گزنگبین و بلدرچین فرو فرستادیم. از خوراکی‌های پاکیزه‌ای که روزی شما کردیم بخورید، ولی در آن زیاد روی مکنید که خشم من بر شما فرود آید و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعاً در ورطه هلاکت افتاده است. و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راه سپر شود. و ای موسی، چه چیز تو را دور از قوم خودت به شتاب واداشته است؟
گفت اینان در پی منند و من ای پروردگارم به سویت شتافتم تا خشنود شوی. فرمود در حقیقت ما قوم تو را پس از عزیمت تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت. پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت و گفت ای قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد؟ آیا این مدت بر شما طولانی می نمود یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید؟ گفتند ما به اختیار خود با تو خلاف وعده نکردیم، ولی از زینتالات قوم بارهایی سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و خود سامری هم زینتالاتش را همین گونه بینداخت. پس برای آنان پیکر گوساله‌ای که صدایی داشت بیرون آورد و او و پیروانش گفتند این خدای شما و خدای موسی است و پیمان خدا را فراموش کرد. مگر نمی بینند که گوساله پاسخ سخن آنان را نمی دهد و به حالشان سود و زیانی ندارد؟ و در حقیقت هارون قبلاً به آنان گفته بود ای قوم من، شما به وسیله این گوساله مورد آزمایش قرار گرفته اید و پروردگار شما خدای رحمان است، پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید. گفتند ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسی به سوی ما بازگردد. موسی گفت ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد که از من پیروی کنی؟ آیا از فرمانم سر باز زدی؟ گفت ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه موی سرم را. من ترسیدم بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی. موسی گفت ای سامری، منظور تو چه بود؟ گفت به چیزی که دیگران به آن پی نبردند پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده خدا جبرائیل برداشتم و آن را در پیکر گوساله انداختم و نفس من برایم چنین فریبکاری کرد. گفت پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که به هر که نزدیک تو آمد بگویی به من دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد و اینک به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر، آن را قطعا می سوزانیم و خاکسترش می کنیم و در دریا فرو می پاشیم. معبود شما تنها آن خدایی است که جز او معبودی نیست و دانش او همه چیز را در بر گرفته است. این گونه از اخبار پیشین بر تو حکایت می رانیم و مسلماً به تو از جانب خود قرآنی داده ایم. هر کس از پیروی آن روی برتابد روز قیامت بار گناهی بر دوش می گیرد. پیوسته در آن حال می ماند و چه بد باری روز قیامت خواهند داشت. همان روزی که در سور دمیده می شود و در آن روز مجرمان را کبود چشم برمی انگیزیم. میان خود به طور پنهانی با یکدیگر میگویند شما در دنیا جز 10 روز بیش نمانده اید. ما داناتریم به آن چه میگویند. آنگاه که نیکاین ترین آنها میگوید جز 1 روز بیش نمانده اید. و از تو درباره کوه ها میپرسند. بگو پروردگارم آنها را در قیامت ریز ریز خواهد ساخت. پس آنها را پهن و هموار خواهد کرد. نه در آن کجی می‌بینی و نه ناهمواری. در آن روز همه مردم داعی حق را که هیچ انحرافی در او نیست پیروی می‌کنند
و صداها در مقابل خدای رحمان خاشع می گردد و جز صدایی آهسته نمی شنوی. در آن روز شفاعت به کسی سود نبخشد مگر کسی را که خدای رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید. آنچرا که آنان در پیش دارند و آنچرا که پشت سر گذاشته اند می داند و حالان که ایشان بدان دانشی ندارند. و چهره ها برای آن خدای زنده پاینده خضوع می کنند و آن کس که ظلمی بر دوش دارد نومید می ماند. و هر کس کارهای شایسته کند در حالی که مؤمن باشد نه از ستمی می هراسد و نه از کاست شدن حقش. و این گونه آن را به صورت قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم، شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند یا این کتاب پندی تازه برای آنان بیاورد. پس بلند مرتبه از خدا فرمان روای برحق و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای. و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی آن را فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم. و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس جز ابلیس که سرباز زد همه سجده کردند. پس گفتیم ای آدم، در حقیقت این ابلیس برای تو و همسرت دشمنی خطرناک است، زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره بخت گردید. در حقیقت برای تو در آنجا این امتیاز است که نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی و همین که در آنجا نه تشنه می گردی و نه آفتاب زده. پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود راه نمایم؟ آنگاه از آن درخت ممنوع خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ‌های بهشت بر خود. و این گونه آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراه رفت. سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و وی را هدایت کرد. فرمود همگی از آن مقام فرود آیید، در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است. پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد، هر کس از هدایتم پیروی کند، نه گمراه می شود و نه تیره بخت. و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت. و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنی. می گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آن که بینا بودم؟ می فرماید همانطور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی، امروز همان گونه فراموش می شدی. و این گونه هر که را به افراد گراییده و به نشانه‌های پروردگارش نگرویده است سزا می‌دهیم و قطعاً شکنجه آخرت سخت‌تر و پایدارتر است. آیا برای هدایتشان کافی نبود که ببینند چه نسل‌ها را پیش از آنان نابود کردیم که اینک آنها در سراهای ایشان راه می‌روند؟ به راستی برای خردمندان در این امر نشانه هایی عبرت انگیز است. و اگر سخنی از پروردگارت پیشی نگرفته و موعدی معین مقرر نشده بود، قطعا عذاب آنها
لازم می آمد. پس بران چه می گویند شکیبا باش و پیش از برآمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستایش پروردگارت او را تسبیح گوی و برخی از ساعات شب و حوالی روز را به نیایش پرداز، باشد که خوشنود گردی و زنهار به سوی آن چه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم و فقط زیور زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم، دیدگان خود مدوز و بدان که روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است. و کسان خود را به نماز فرمانده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم، ما به تو روزی می دهیم و فرجام نیک برای پرهیزگاری است. و گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای برای ما نمی آورد؟ آیا دلیل روشن آن چه در صحیفه های پیشین است برای آنان نیامده است؟ و اگر ما آنان را قبل از آمدن قرآن به عذابی هلاک می کردیم، قطعا می گفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم؟ بگو همه در انتظارند، پس در انتظار باشید، زودا که بدانید یاران راه راست کیانند و چه کسی راه یافته است.